بعد 50 سال فعالیت در صحنه سیاسی امریکا، جو بایدن دموکرات به کرسی پرزیدنتی می نشیند. آغاز دوره ریاست جمهوریش به زمانی راست آمد که امریکا در بحران عمیق سیاسی قرار دارد. دونالد ترامپ، پرزیدنت اکنون سابق، پیروزی رقیبش را اعتراف نکرد. تاریخ نوینی امریکا همچنین چیزی را در یاد ندارد. روزی ششم انور ازدحام جانبداران ترامپ با تشویق او به بینای کپیتال هجوم برده جلسه تصدیق نتیجه انتخابات را به هم زدند. بایدن بلافاصله این عمل کرد را تنقید کرد و آن را تروریسم داخلی خواند. دموکراتی امریکا تحت حمله بی سابقه قرار گرفته است. این ناراضیتی نیست، این بی نظمی است. این حمله به کاخ آزادی کپیتال است. این حمله به ولایت قانون است. تاریخ نوین امریکا چنین حادثه را یاد ندارد. من از ترامپ دعوت می کنم که فوراً از طریق تلویزیون سراسری از طرفدارانش طلب کند که بی ترتیبی را بس کند. I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. پس از چند روز انتخابات، بعد گزارش‌ها درباره پیروزیش، بایدن به جانبدارانش وعده داد جامعه پراکنده آمریکا را متحد می‌کند. وعده می‌دهم پرزیدنت خواهم بود که ایالت‌ها را به خودی و بیگانه یا سرخ و کبود جدا نخواهم کرد، بلکه کشور را به ایالات متحده تبدیل می‌دهم. جوزف بایدن در شهر صنعتی اسکرانگتون پنسیلوانیا تولد شده است. پدر او با تجارت ماشین‌های کهنه مشغول بود. از این راه زندگی را پیش می‌بردند، ولی خانواده از نگاه مالی مشکل داشت. بایدن حقوق‌شناس در 30 سالگی در انتخابات سنات پلاته بالای پارلمان در ایالت دلاور پیروز و یکی از جوان‌ترین سناتوران آمریکا شد. در سنات 36 سال کار کرد، ولی شهرت بیشتر را زمان پرزیدنتی باراک اوباما به دست آورد. بایدن نویبی پریزیدنت اوباما بود. من کنستیتوسی ایالات متحده را رعایه و حمایه خواهم کرد. بایدن در سالهای 1998 و 2008 تلاش کرد نامزدی دموکرات ها به مقام پریزیدنتی شود، اما از جانب رقیبان دیگری هم حزبش مغلوب شد. این تلاش هایش هم به نتیجه نبود. در نهایت او نویبی پریزیدنت شد و یکی از چهرهای معروف در بین سیاه پوستان. برنامه انتخاباتی ما گوناگون رنگی حزب و کشوری ما را بازگو می کند. باید همین طور هم باشد. باید هر یک نفر به انابت گرفته شود. برنامه بایدن با سازی بهتر از قبل نام دارد که هدف اصلیش کمک به اقتصاد امریکا، جلب سرمایه گذاری به ساحه تندرستی، مؤسسه های تعلیمی و تشکیل 3 میلیون جای نوی کاری است. بایدن در اوج پاندمی کرونا ویروس به کار شروع می کند. این بیماری در امریکا باعث مرگ تقریبا 400 هزار نفر شده است. وعده داد معرکه واکسین زنی ضد کرونا ویروس را فعال تر می کند. دیروز 4000 نفر فوتید. وضع می تواند باز بدتر شود. هدف اصلی من تحت نظارت گرفتن سرایت ویروس است. تلاش می کنم در 100 روز اول پرزیدنتی ام 100 میلیون نفر واکسین بگیرند. بایدن نیت دارد در سیاست جهانی امریکا را به جایگاه پیشینش برگرداند. در روند معرکه انتخاباتی بایدن واضح گفت خواستار بازگشت به سازشنامه اتمی با ایران است. دونالد ترامپ امریکا را سال 2018 از این سازش بیرون کرد و تحریمات به ضد ایران را برگرداند. بایدن جانبداری موقع سخت گیرانه در برابر روسیه است. او جنگ اوکراین و دخالت احتمالی روسیه به انتخابات پرزیدنتی را محکوم کرد. پرزیدنت تازه انتخاب می‌خواهد مناسبت سرد شده آمریکا با شریکانش را که ترامپ به آن سبب شد برقرار کند. نسبت به بایدن مثل رقیبش ترامپ عیب نامه‌های در مورد آزار زنان پهن شده بود. یکی از زنان همکارش را حتی به آزار جنسی عیبدار کرده است. بایدن این اتهامات را قاطعانه رد می‌کند. بایدن را همچنین برای آن تنقید می‌کنند که زمان نایب رئیس جمهور بودنش پسر او هانتر عضو شورای مدیران شرکت گاز بوریسما در اوکراین بود. پدر و پسر می‌گویند که قانون شکنی نکردند. بایدن 78 ساله را یکی از کهنسال‌ترین پرزیدنتان آمریکا
نام میبرند. بعضن او به اشتباه های نامناسب راه میدهد که باعث شک کردن رقیبانش به کاردانی او میشود. اما در جریان مناظره انتخاباتی او با باوری به خود خواست پیش رفت. ببینید، من بی صبرانه انتظار سنجیدن و مقایسه قابلیت ذهنی خود با قابلیت ذهنی رقیبم هستم. سناتور از کالیفرنیا و دادستان سابق کامالا هریس نایب پرزیدنت شد و یکی از سه زن اولین سیاه‌پوست در تاریخ آمریکاست که از بزرگترین حزب نامزد به مقام معاون پرزیدنت می شود.